اداره مهاجرت کانادا برای اولین بار اومده ایرانی ها رو گذاشته در رأس فهرست اولویتاش و اعلام کرده از الان که تاریخ 1 مارچ 2023 باشه تا 1 سال بعد که بشه 28 فوریه 2024 ما 1 سری کارها رو برای مهاجرای ایرانی به صورت رایگان انجام میدیم، کارهایی که مربوط به اقامت و وضعیت قانونیشون میشه و 1 سال فرصت دارن که از این وضعیتی که هستش استفاده کنن، از این تسهیلاتی که گذاشتن. یعنی در واقع این یک فرصت 1 ساله رایگان برای ایرانی ها هست که بتونن از این تسهیلاتی که گذاشته شده استفاده کنن و بتونن یا اقامت موقتشون رو به اقامت دائم تبدیل کنن، یا حالا جلوتر میگم اگر اصلا هیچ وضعیت قانونی اقامتی نسبت به کانادا ندارن، یعنی توی ایران نشستن و حالا تازه به فکر مهاجرت افتادن، شاید بتونن استفاده کنن از این روش و توی این بازه 1 ساله با هزینه بسیار کمتر از اون چیزی که فکر میکردن یه جوری بتونن به اقامت کانادا برسن. حالا یکی از این تسهیلاتی که گذاشتن انقدر خوبه به نظر خودم که اگه زمان ما این چیزا بود من واقعا شاید در کنار تحصیل به اون فکر میکردم، یعنی یه راه میونبر جالبیه. تا آخر ویدیو رو با دقت نگاه کنین. آخرش من چند تا پیشنهاد خودمو میگم به بچه‌هایی که هنوز تو ایرانن و هنوز هیچ کاری واسه مهاجرتشون انجام ندادن به صورت خاص، که شاید این یکی دو روش بتونه کمکشون کنه، هم برای بچه‌هایی که هنوز داخل ایرانن، هم بچه‌هایی که اینجا اومدن و دارن فکر میکنن آقا چجوری این وضعیت اقامت موقت رو به اقامت دائم تبدیل کنیم. و اولین تسهیلاتی که در نظر گرفتن برای ایرانیایی هستش که پرمننت رزیدنت کانادا هستن، یعنی کارت پیار کانادایی رو دارن یا سیتیزن کانادا هستن و داخل ایرانن. اومدن گفتن شما بدون دادن هیچ هزینه ای میتونید این 3 تا کاری که ما میگیم رو انجام بدین. اولیش تعویض پاسپورت کاناداییتونه. دومیش تعویض یا تمدید سرتیفیکیت شهروندی کانادا است که این در واقع در حکم همین شناسنامه کسایی که سیتیزن کانادا باشن. و سومیش PR travel documents که خب اینم حالا مربوط میشه به کسایی که PR هستن، اگه مثلا حالا کارت PRشون کسی نداشته باشه تا اون مدت که نداره بهش یه چیزی به اسم PR travel document میدن که اونم حالا یه هزینه‌ای داره. اومدن این 3 تا هزینه رو در واقع ویو کردن واسه ایرانیایی که PR یا سیتیزن هستن و داخل ایرانن، گفتن اینا رو رایگان واسهتون انجام. بخش دوم این تسهیلاتی که در نظر گرفتن مربوط به ایرانی‌هایی هستش که یک وضعیت اقامتی موقت، یک temporary resident توی کانادا دارن، حالا چه توی کانادا چه هر جای دیگه باشن، ولی وضعیت اقامتیشون موقته. وضعیت اقامتی موقت چیه؟ شما یا student هستی، یعنی ویزای تحصیلی داشتی، study permit بهت داده بودن، یا ویزای کار داشتی، work permit موقت داشتی مثلا، یا حالا work permit close work permit open work permit فرقی نداره، یا شما توریست بودی، ویزیتور بودی، اومده بودی اینجا، اینا رو میگن موقت. گفتن که ما توی این بازه 1 ساله این وضعیت موقت شما، پرمیت موقتتون اگه داره اکسپایر میشه و مدتش داره تموم میشه یا به هر نحوی اصلا نتونستین خودتون تمدیدش کنین، ما به صورت رایگان براتون تمدید میکنیم. حالا اگه استادی هستش، استادی پرمیت هستش، ما استادی پرمیتتون رو تمدید کنیم. اگه ورک پرمیت، ورک پرمیت. اگه توریستی میخواین، توریستی رو واسهتون تمدید میکنیم. اما اومدن یک آپشن خیلی خوب دیگه هم بهش اضافه کردن. اون آپشن چیه؟ اون آپشن اینه که گفتن ما میایم این وضعیت موقت اقامتی شما رو از هر حالتی که هست به حالت دیگه واسهتون تغییر میدیم. مثلا شما توریستین، ویزیتورین اینجا، دلتون میخواد الان دیگه ورک پرمیت بگیرین، یه جوری ویزای کار مثلا بگیرین و بیاین اینجا کار کنین. تا دیروز توریست بوده، امروز دلش میخواد کار کنه. این کارو قبلا انجام نمیدادن و خیلی هم سختگیر بودن روش. حالا روشای خاص خودشو داشت، شما بعد میرفتی کارفرما پیدا میکردی، کلی دنگ و فنگ داشت، اصلا شاید هم نمیشد. ولی الان اومدن گفتن آقای توریست یا خانم توریست ایرانی، ویزیتور ایرانی، اگه دلت میخواد من این استاتوس موقت تو تبدیل میکنم به استاتوس موقت از نوع دیگه، از نوع کاری که مثلا دلت بخواد بری کار کنی. اگه دوست داری کار کنی کاری، اگه دوست داری درس بخونی تحصیلی، ویزیتوری رو واسهت به تحصیلی هم تبدیل میکنه. یا حتی اگر مثلا تحصیلی هستی، دانشجویی، دلت میخواد الان دیگه بری کار کنی، خب این سویچ رو هم انجام میدن. پس اومدن یه آپشن خیلی خوبی گذاشتن که هم تمدیدش میکنن هم نوعش رو واسهتون عوض میکنن، که این مشکل خیلی ها رو اینجا حل میکنه. در رابطه با اینکه چه مدت تمدیدش میکنن حقیقتا چیزی ننوشته این طرحش، چون تازه دیروز اومده، خب قاعدتا باید یه ذره بگذره اینا جزئیاتش هم منتشر بشه، یعنی با تجربه دوستان کم کم جزئیاتش آشکار بشه. ولی مثلا من ایمیل زدم بهشون بگم آقا چه مدت تمدید میکنین، به اندازه پاسپورتمون تمدیدش میکنین اگه اعتبار داشته باشه، نمیدونم
به اندازه که ما بهتون بگیم تمدید میکنین، یه سال تمدید میکنین، تا 28 فوریه سال 2024 تمدید میکنین. اینش هنوز مشخص نیست، ولی همین که این کار انجام میشه، به مدت یک سال فرصت داریم این کار انجام بدیم، کلی موقعیت الان جلو پای ما میذاره. چطوری؟ الان بهتون میگم. اولی موقعیت واسه بچه هایی که تحصیلی اومدن اینجا کانادا، حالا اومدن کالج، اومدن هم PhD بخونن، اومدن مستر بخونن یا هر چیزی. خب آقا اینا دارن میخونن و میبینن که آقا سخته اصلا واسه شون، آقا هزینش یا زیاده یا اصلا سخته یا اصلا دلشون از روز اول با درس نبوده، از اول دوست داشتن آقا این اجازه کار رو بگیرن برن سر کار و از طریق کار کردن اقامت رو بگیرن، چون خیلی راحت تر و سریع تر هستش. خب الان این بچه ها بدون اینکه نیاز باشه وارد اون مسیرهای بد پناهندگی بشن که قبلا شاید بعضی انجام میدادن، یعنی انجام میدن دیگه، یعنی یه بعضی هستن میان اینجا ویزای تحصیلی میگیرن میان درس بخونن، بعد یه ترم نگذشته میرن دنبال پناهندگی و اونجوری سعی میکنن خودشونو به اقامت برسونن. الان اومده قانونی گفته آقا اگر استودنت بودی داشتی درس میخوندی الان میخوای ورک پرمیتش کنی بیا دیگه، من الان واسه تبدیلش میکنم دیگه تا این یک سال بدون هزینه خاصی. پس این یه فرصت واسه بچه‌هاییه که اینجا الان استودنت بودن میتونن این کارو انجام بدن. یه عده دیگه بودن که ویزیتوری میومدن اینجا، توریستی میومدن بعد پناهنده میشدن، که خب اینم مسیر خیلی مناسبی نیست، یعنی دردسرای هم واسه خودشون داره هم واسه تمام کسای دیگه‌ای که بعد از اونها میخوان از ایران، هر ایرانی که میخواد ویزا بگیره بیاد کانادا. بخاطر اینکه این قضیه پناهندگی کلا دردسر و هزینه است واسه دولت و اینا نمیخوان پناهنده اینطوری بگیرن، ترجیح میدن به صورت دانش آموز یا به صورت کارگر مهاجر بگیرن نه پناهنده. حالا یه عده خلاصه به صورت توریستی میومدن که بازارش هم خیلی داغه ویزای توریستی و میومدن اینجا پناهنده میشدن. الان داره دولت کانادا میگه آقا شما ویزیتوری، توریستی، هر چی هستی، اگه میخوای بیا من بهت ویزای کار بدم، اگه میخوای بیا من بهت ویزای تحصیل بدم، برو هر کو دوست داری خودت قانونا انجام بده دیگه، نه یا پناهنده شو اینجا، من بهت اجازه کار همه چی میدم، کارم بری بکنی، یه سال برو کار کن، یه مدرک زبان ساده ام بذار تنگش، من بهت اقامت میدم. یعنی دیگه مثلا گلهای گل این وضعیت. واسه تمام این کارا هم شما یه پاسپورتی احتیاج دارین که مدت زمانش معتبر باشه، چون اینا کاری فراتر از مدت زمان پاسپورتتون نمیتونن بکنن. و حالا اینکه یه استاتوس قانونی اینجا داشته، یک وضعیت اقامتی قانونی داشته باشین، یعنی توریستیتون، تحصیلیتون یا کاریتون، ویزاتون اینجا پرمیتتون پرمیت معتبری باشه، غیر قانونی داخل خاک کانادا نباشه. حالا بچه‌هایی که تو ایرانن یا حالا هر جای دیگه دنیا هستن و قصد دارن بیان کانادا و هیچ وضعیت اقامتی خاصی نسبت به کانادا ندارن، باید چی کار کنن یا چجوری میتونن از این موقعیت استفاده کنن؟ آقا یک راه بسیار خوبش اینه که شما به جای اینکه حالا اگه تحصیلی و کاری و اینا داشتین میومدین و مسیرتون ادامه بدین، اصلا متوقف نکنین، اونم مسیرهای فوق العاده خوبیه، یعنی اگر پذیرش گرفتین با اون پذیرشتون ادامه بدین. ولی دارم میگم اگر 1% یه عده آقا داشتن فکر میکنن که تحصیلی گرونه هزینش واسه ما پسش بر نمیایم، یا کاری آقا من کوالیفاید نیستم که بتونم مثلا یه جاب آفر خیلی خوب بگیرم که باهاش بتونم ویزا بگیرم بیام، شاید اگر شرایط ویزای ویزیتوری رو داشته باشین و واسهش اقدام کنین، الان موقعیت خیلی خوبی باشه که انرژی بذارین یه ویزای ویزیتوری بگیرین، توریستی بگیرین، تشریف بیارین خودتون رو برسونین به خاک کانادا، اینجا بدون اینکه درگیر اون مراسم مناسک پناهنده شدن و این صحبت ها بشین، برین ویزای کار بگیرین و خیلی شیک برین کار کنین، بعد یه سال هم که کار کردین با ساوای کارتون یه نمره زمان برین اقامت بگیرین. اصلا یعنی اصلا دولت کانادا دیگه عملا اینجوری داره یه مسیر قانونی آسون کم خرج خوب میذاره جلو پای کسایی که میخوان بیان، میگه آقا اگر توریستی ویزیتوری تونستی خودتو برسونی اینجا، من بقیه کارهای اقامتی تو عملا خودم دارم هندل میکنم واسه پولم تازه نمیگیره بیچاره. در نتیجه شما الان توی ایران میتونین به این فکر کنین که آقا من چیکار کنم که پرونده ویزیتوریم و توریستیم قوی بشه، مثلا چه میدونم شاید یه سفر یه دوتا کشور رفته باشین، یا نه هم یه تمکن مالی خوب بتونین جور کنین، یا یه بهانه خوبی به عنوان تای بتونین مطرح کنین که بهتون یه ویزای ویزیتوری بدن، یا مثلا دوست، حالا دوست که خیلی فایده نداره ولی اعضای خانواده اینجا اگه دارین، برادری، خواهری، مادری، پدری، بتونن براتون دعوتنامه بدن، خیلی میتونه احتمال این که شما ویزای ویزیتوری یا توریستی بگیرین و بیاین اینجا رو واسهتون قوی کنه. وقتی که تونستین ویزا رو بگیرین بیاین اینجا، اینجا میرین طی همین یک سال تبدیلش میکنید به ورک پرمیت، حالا استادی پرمیت که خب استادی باید برین زحمت بکشین پول بدین درس بخونین احتمالاً، ولی بهترینش همون ورک پرمیته، بیاین با ورک پرمیت برین هر کاری هم دوست دارین بکنین، یه سال هم سابقه جمع کنید، بعدم یه نمره زبان بگیرید، اقامت بگیرین. این
هدیه اداره مهاجرت به نظر من به ایرانیاست و داره خیلی حال میده واقعا. من فکر میکنم این یک سال شرایطی باشه که دیگه تکرار نمیشه، قدرشو بدونین. یعنی دیگه ساده تر از این نمیشه، یعنی ساده تر از این اینه که بگی آقا همه بلیط هواپیما بگیریم بیاین، یعنی واقعا اونه که اون حالت خب هیچ وقت اتفاق نمیفته. ولی الان که اومده گفته ایرانی ها رو من میذارم در رأس اولویت هام و پرونده هاشون رو خیلی سریعتر بررسی میکنم، واقعا موقعیت عالیه. عملا داره میگه آقا اگه میتونی برسی من بهت مسیر اقامت رو نشون میدم و مسیر اقامت رو واسهت هموار میکنم. اگه سوالی تو این مورد دارین تو کامنت ها بپرسین، حالا یا من یا هم بقیه بچه‌هایی که دارن میبینن یه جوری جواب میدیم، ببینیم که چطوری میشه از این موقعیت استفاده کنین. دمتون گرم، این ویدیو رو به دوستاتون که فکر میکنین این موقعیت ممکنه به دردشون بخوره حتما نشون بدین، نذارین این اتفاقی که افتاده محبوسش نکنین، یعنی بذارین بقیه هم بدونن دیگه. دولت کانادا حالا بانی مجلسه دیگه، حالا ماها خبرش رو به هم دیگه پخش کنیم ببینیم کی چی کار میکنه. مراقب خودتون باشین، دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.